Efesusyan fasle sevom. با این سبب است که من پولس زندانی مسیح عیسی به خاطر شما غیر یهودیان به درگاه خدا برایتان دعا می کنم. حتما خبر دارید که خدا فیض خود را به من عنایت کرده و از من خواسته است که آن را برای شما به کار برم. از راه الهام بود که این نقشه اسرار آمیز خدا بر من آشکار گردید. من قبلا به طور خلاصه درباره آن نوشتم و اگر آن چرا که نوشتم بخوانید خواهید فهمید که من تا چه اندازه راز مسیح را فهمیدم. این راز به طوری که اکنون به وسیله روح القدس برای رسولان و پیامبران مقدس خدا آشکار شده است، در قرنهای گذشته برای بشر روشن نبود و آن حقیقت پوشیده این است که غیر یهودیان از راه انجیل با یهودیان هم ارث و با هم اعضای یک بدن و در وعده‌ای که خدا در مسیح عیسی به ما داده است شریک و سهیم هستند. من مطابق عطی فیض خدا و در اثر فعالیت قدرت او خدمتگزار انجیل شدم. آری، من اگرچه در بین ایمانداران از همه کمترم، اما این فیض به من عطا شد تا بتوانم بشارت ثروت بی قیاس مسیح را به ملتهای غیر یهود برسانم و به همه نشان دهم که چگونه نقشه خدا به مورد اجرا گذارده می شود. خدا که آفریننده همه چیز است، این راز خود را در زمانهای گذشته پوشیده نگه داشت تا این که در حال حاضر خدا جنبه های گوناگون حکمت خود را به وسیله کلیسا به قدرت ها و حکمرانان عالم ملکوت بشناساند. این نقشه مطابق آن هدف ازلی بود که خدا آن را در شخص خداوند ما مسیح عیسی عملی ساخته است. به وسیله او و از راه ایمان ما می توانیم با اطمینان کامل به حضور خدا بیاییم. پس من از شما تقاضا می کنم از رنجهایی که به خاطر شما می کشم ناامید نباشید، زیرا اینها باید مایه افتخار شما باشد. بنابراین من پیش پدر زانو می زنم که هر خانواده در آسمان و زمین نام خود را از او گرفته است و دعا می کنم که از گنجهای جلال خود به شما ببخشاید تا با وسیله روح او در درون خود قوی و نیرومند شوید و خدا عطا فرماید که مسیح از راه ایمان شما در قلبهایتان ساکن شود. و دعا می کنم که در محبت ریشه دوانیده و بر پایه محبت بنا شوید تا با همه ایمانداران مبارک قدرت داشته باشید، پهنا و درازا و بلندی و عمق محبت مسیح را بفهمید و آن محبت را دریابید اگرچه ما فوق فهم بشر است، تا از بری کامل خدا کاملا پر شوید. جلال بر خدای باد که قادر است به وسیله آن قدرتی که در ما کار می کند خیلی بیشتر از آن چه ما بخواهیم و حتی گمان کنیم عمل کند. بر او نسلا بعد نسل تا به ابد در کلیسا و در مسیح عیسی جلال باد. آمین.